من چند وقت پیش دورادور خانومی رو میشناختم که از همون دورادور عاشق شخصیت و مرام این خانوم محترم شده بودم و چون میدیدم که چقدر خانوم خیرخواهی هستن و چقدر به دیگران کمک میکنن و به داد دیگران میرسن و دست نیازمندها رو میگیرن و به خاک افتاده ها رو بلند میکنن و بهشون کمک میکنن و من دورادور خیلی به این خانوم احترام قائل بودم، تا اینکه با هم آشنا شدیم و با هم دوست شدیم و یک روزی که در مورد یک امر خیری داشت با من مشورت میکرد، من بهش گفتم که من فکر میکنم که شما انقدر بچگیتون و زندگی شما از همون بچگی خوب بوده، سالم بوده، در یک محیط شاد و پرفرهنگ و روشنی زندگی کردین و آدمهای مهربان و روشن فکری دور شما رو گرفته بودن که به شما اجازه داده شده که دیگه بدون اینکه مشکلی از خودتون داشته باشین به مسائل دیگران بپردازین و انقدر بتونین که برای دیگران کارساز باشین و حلال مشکلات. و این دوست من گفت که اجازه بده من یک مقدار از بچگیم رو برات تعریف بکنم و گفتش که وقتی که بچه بوده پدرش رو از دست میده و با مادرش و برادر بزرگترش و برادر کوچکترش زندگی رو ادامه میدن. و این دوست من گفت که از سن 10 سالگی توسط برادر بزرگترش مورد اذیت و آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته بود و این اذیت و آزار جنسی و تجاوز تقریبا هر روز از سن 10 سالگی تا 15 سالگی ادامه پیدا کرده بود. و دوستم میگفت که من میدونستم که کار اشتباهیه، کار غلطیه، کار ناجوانمردانه، غیر انسانی، غیر اخلاقیه و نباید این برادر من این کارها رو با من بکنه. و وقتی من اعتراض میکردم و میگفتم که تو نباید این بلاها رو سر من بیاری، من رو تهدید میکرد که اگر به مادرم یا به کس دیگه ای بگم خونه رو آتیش میزنه و همه ما رو تو آتیش میسوزونه. منم باور کرده بودم و ترسیده بودم و در تنهایی خودم این زجر رو تحمل میکردم، تا اینکه به سن 15 سالگی رسیدم و مادرم دید که من خیلی افسردم، گوشه‌گیرم، پژمردم، حال و حوصله ندارم، تصمیم گرفت که برای چند ماه تابستون من رو بفرسته گرگان پیش خالم، شاید یک آب و هوای عوض بشه و به خیال اون روحیم بهتر بشه. و دوستم میگه که 2-3 روز قبل از اینکه عازم این سفر تابستونی چند ماهه بشم با برادر کوچیکترم توی آشپزخونه نشسته بودیم و بهش گفتم که من وقتی این چند ماه تابستون اینجا نیستم تو از اتاق من استفاده بکن و اتاق من این چند ماه مال تو، چون میگفت که برادر کوچیک و برادر بزرگش توی یک اتاق با هم اتاقی بودن. دوستم میگه وقتی که من این پیشنهادو به برادر کوچیک کردم انقدر خوشحال شد که انگار زمین و زمان رو بهش داده باشم و اومد و بغلم کرد و دستمو بوسید و پامو بوسید و خیلی خوشحال شد. من تعجب کردم و بهش گفتم که تو این عکس العملی که داری از خودت نشون میدی از اتاق موقتی که فقط قرار تابستون مال تو باشه خیلی زیادتره، تو چرا اینجوری شدی؟ و میگفت که وقتی که این رو ازش پرسیدم اون دیگه نتونست که جلوی خودش رو بگیره و زارزار گریه کرد که تو نمیدونی که من تو این اتاقی که با برادر بزرگترمون هم اتاقی هستم چه بلاهایی سر من نمیاره و چه کارها که با من نمیکنه و خوشحالم که شاید چند ماه تابستون اتاق خودم رو داشته باشم، شاید یه ذره بتونم نفس بکشم. دوست من میگه وقتی که من این حرفهای برادر کوچیکم رو شنیدم تمام وجودم لرزید و قلبم هری ریخت پایین، چون میدونستم که دقیقا منظورش چیه و میدونستم که چه بلاهایی سرش میاد و من هم گریه کردم و بهش گفتم که تو تنها نیستی و این بلایی که سرتو میاد سالهاست که داری سر من میاد. و میگفت که همون روز تصمیم گرفتم که هرچه باد آباد و این مسئله رو با مادرم در میون گذاشتم و از اون به بعد گرچه که این اذیت و آزارها تموم شد اما
زندگی من از نظر روحی و روانی دگرگون شد و من دیگه هیچ وقت نتونستم یک آدم عادی برای خودم باشم. من وقتی که دوستم این حرفهای در واقع حقیقت غم‌انگیز زندگیش رو چنین با جرأت و با شجاعت برای من تعریف کرد، من خیلی ناراحت شدم و بهش گفتم که چطوری تو از این اتفاقات وحشتناکی که برای تو افتاده تو تونستی انقدر عبور بکنی که به چنین روزی برسی که چنین خانمی از خودت بسازی که به درد دیگران بخوری و به فکر مشکلات دیگران باشی؟ تو چیکار کردی که تونستی از اون تاریکی عبور بکنی و به روشنایی برسی؟ و دوست من گفت که اصلا براش کار آسونی نبود و گفت که تو فکرش رو بکن، در خونه‌ای که باید من احساس امنیت می‌کردم، کسی که برای من عزیز بود و باید نگهدار و حافظ و حامی من می‌شد، در اون خونه به دست عزیزترین کسم من مورد بدترین شکنجه و آزار و تجاوز قرار گرفتم و این باعث شد که من اصلا روح و روان و ذهنیتم و حتی جسمم دگرگون بشه و من برای مدت خیلی زیادی تعادل روانی نداشتم و اصلا یک آدم عادی نبودم. هیچ رفتار عادی از خودم نشون نمیدادم، نمیتونستم که زندگی عادی رو دنبال بکنم و همش فکر میکردم که حتما من یک دختر خیلی بدی بودم که برادر من تونسته همچین کاری رو با من بکنه و حتما تقصیر من بوده و حتما من یک کاری کردم که اون رو تشویق کردم و همش این فکرها من رو اذیت میکرد و در پی اذیت و آزار خودم بودم و میخواستم خودم رو یک جورایی تنبیه بکنم. بنابراین وارد رابطه هایی میشدم که نباید میشدم و کارهایی میکردم که نباید میکردم و با کسانی معاشرت میکردم که اونها بدتر منو اذیت و آزار میدادن و به مواد مخدر پناه آوردم، به مشروب پناه آوردم و یک روز به خودم اومدم و دیدم که اگر من این راه رو دنبال بکنم، این در واقع من دارم مرگ تدریجی میکنم، پس یا باید یه بارکی خودم رو بکشم و راحت کنم یا اینکه خودم رو سر پا نگه دارم. و همون موقع رفتم کتاب‌هایی در مورد این موضوع پیدا کردم و خوندم که کتاب‌ها یک مقدار به من کمک کرد و بعد هم یکی دو سالی با روانشناس متخصص صحبت کردم که در این مورد خیلی به من کمک کرد و من ازش پرسیدم که خب توصیه شما برای کسانی که الان توی خونه به دست عزیزترین کسشون این اذیت و آزار داره بهشون جاری میشه، شما چه توصیه‌ای دارین؟ و ایشون گفتن که اولا باید بدونن که به هیچ وجه مقصر و گناهکار نیستن و از طرف اونها هیچ دعوت و تشویقی به انجام این کار نشده و حتما این سکوت رو بشکنن و با یکی که بهش اطمینان دارن این را رو در میون بذارن و اگر کسی از اعضای خانواده به چیزهایی شک میکنه و چیزهایی رو میبینه که به نظرش یه ذره غیر عادی میاد، چشاشو نبنده، روشو بر نگردونه و بگه که نه، غیر ممکنه که در خانواده من چنین اتفاقایی بیفته و نخواد که حقیقت رو جارو بکنه و زیر قالی پنهان بکنه، چون پنهان کردن چنین راز وحشتناکی غیر از این که خرابی و اعتیاد و غم و افسردگی و بیچارگی به دنبال داشته باشه، هیچ فایده دیگه برای کسی، مخصوصا اون شخصی که داره مورد ظلم قرار میگیره، نداره.